با فرمان فرمانده کل سپاه همه نیروهای رزمی دفاعی رزمایش دفاع بیولوژیکی و عملیات پاکسازی محیطی رو در 31 استان کشور به اجرا گذاشته. این رزمایش در حقیقت یک عملیات واقعی بود که نیروی زمینی سپاه با استفاده از امکانات رفع آلودگی متعددی که در سطح یگانها داره. آقای لاریجانی به همراه فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در نیروی زمینی سپاه در جریان آمادگی نیروهای شرکت کننده این رزمایش سراسری قرار گرفت. این ماموریت با به کارگیری 7 یگان 35 ناحیه مقاومت آغاز رزمایشی به استعداد 100 گردان رزم با فرماندهی قرارگاه‌های دهگانه نیروی زمینی سپاه پاسداران، گستره جغرافیاییش کل کشور برای مقابله با ویروس کرونا. خدماتی که در نیروی زمینی سپاه انجام شده گوشه‌هایش رو بازدید کردم. به مردم عزیز باید عرض بکنم احساس من این است که فرمانده محترم نیروی زمینی و فرمانده محترم سپاه پاسداران از لحظات اول همه امکانات سپاه رو سوق دادن برای سیانت از مردم ایران در مقابل این ویروس. سپاه پاسداران به ویژه نیروی زمینی سپاه که مسئولیت بزرگی برای خدمت رسانی به مردم و مقابله با ویروس کرونا بر عهده گرفته، بیمارستان صحرایی مجهزی رو هم در تهران برپا کرده که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی گشایش شد. این بیمارستان 500 تخت خوابی به بخش‌های اورژانس، اتاق عمل، آزمایشگاه، ICU، CT اسکن، MRI و آندوسکوپی مجهز شده. در حال حاضر 5074 تخت بیمارستانی ثابت و سیار آماده داریم که در خدمت درمان بیماران مبتلا به بیماری کرونا قرار دارن. به گفته فرماندهان سپاه پاسداران، سپاه در کنار دستگاه‌های درمانی خدماتی کشور برنامه‌های گوناگون خود رو تا در همشکستن کامل ویروس کرونا ادامه خواهد داد. مثل همه عرصه‌ها که در بحران‌ها تونستیم بحران شکنی بکنیم، سپاه پاسداران همواره بحران شکن بوده. امروز هم در مقابله با کرونا همراه با عزیزانمون در وزارت بهداشت انشاءالله با کرونا مقابله می‌کنیم و اونو شکست خواهیم داد.